بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. ایالات متحده 148 میلیون دلار برای مبارزه با داعش در آفریقا و آسیای مرکزی اختصاص داد. فؤاد حسین: داعش هنوز تهدید جدی است و نیاز به مقابله گسترده تری دارد. فراخوان کمیته بین المللی صلیب سرخ برای احترام به حقوق بشر در مناطق درگیری. پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی برای مین‌زدایی در یمن. وقت شما بخیر. ایالات متحده با هدف تقویت ائتلاف جهانی علیه گروه سنی‌های تندروی داعش روز دوشنبه اعلام کرد که 148 میلیون دلار برای تأمین امنیت مرزی و عملیات‌های ضد تروریسم در مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا و آسیای مرکزی اختصاص می‌دهد. این اقدام بخشی از تلاش‌های مداوم این کشور برای مقابله با تهدیدات تروریستی و حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر است. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. ایالات متحده به منظور تقویت ائتلاف جهانی علیه گروه سنی‌های تندروی داعش روز دوشنبه اعلام کرد که 148 میلیون دلار برای تأمین امنیت مرزی و انجام عملیات ضد تروریسم در مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا و آسیای مرکزی تخصیص داده است. این ائتلاف که در سال 2014 به منظور کمک به نیروهای محلی برای بازپسگیری اراضی تصرف شده توسط گروه سنی‌های تندروی داعش در عراق و سوریه تشکیل شده، در تلاش است تا همکاری‌های بین‌المللی را برای مقابله با تهدیدات این گروه گسترش دهد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین از اختصاص 168 میلیون دلار دیگر به یک صندوق امنیتی خبر داد که به منظور حمایت از عراق و سوریه ایجاد شده است. بلینکن تأکید کرد ما همکاریمان را علیه شاخه های داعش در خارج از خاورمیانه تقویت خواهیم کرد. اگرچه آمریکا با این گونه نمایش ها تلاش دارد ثابت نماید که اقدامات این چنینیش نشان دهنده عزم این کشور برای مقابله با تروریسم و تأمین امنیت در مناطق آسیب پذیر است، اما با فضای مملو از بی‌اعتمادی در سطح جهانی همراه است. بسیاری بر این باورند که آمریکا خود به نوعی در ایجاد و تقویت گروه سنی‌های تندروی داعش نقش داشته است و به همین دلیل عزم واقعی این کشور برای مبارزه با این گروه را جدی نمی‌دانند. آمریکا مدعی است که تلاش‌هایش در راستای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از کشورهایی است که با چالش‌های جدی از سوی گروه‌های تروریستی مواجه هستند، تا در نتیجه این تلاش ها ثبات در این مناطق ایجاد شود. اما همچنان سایه تردیدها بر سر این اقدامات وجود دارد. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک، از تهران پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای جوادی سلام. با توجه به اعلام اختصاص 148 میلیون دلار توسط ایالات متحده برای مبارزه با داعش در آفریقا و آسیای مرکزی، برخی تحلیلگران معتقدند که نقش آمریکا در ایجاد گروه‌های تروریستی همچنان محل بحث است. به نظر شما این اقدامات تا چه حد می‌تواند به تقویت امنیت منطقه کمک کند و آیا این میزان کمک مالی برای مقابله با تهدیدات تروریستی کافی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی، بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و بینندگان عزیز این بخش خبری.
همونطور که در گزارش هم دیدیم، بنده هم نکته رو اشاره میکنم و نتیجه گیری کنم. ببینید، مقوله‌ای مثل داعش و بازی‌های از این قبیل، ببخشید، نهایتاً ماهیت اقتصادی دارن. همیشه طبقه بندی سری و به کلی سری حاکمه بر این موضوعات توسط صاحبان پول و قدرت که در دنیا به صورت نقش اصلی هستند و آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگه هم به عنوان کارگزاری از این مجموعه. معمولا لایه‌های گمراه کننده زیادی دارن. در مناطق معمولا مسلمان نشین این اتفاقات افتاده که کم سوادتر و با فقر ثروت و فرهنگ با توجه و تکیه به مذهب هستند. و به نظرم به نوعی این حرکت های مثل داعش بازاریابی یا مارکتینگ برای صاحبان ثروت و قدرت اصلی. داعش که قبلا عرض کردم شرکت سهامی بود که برخی طرفین درگیر در آن سهامدارش بودند. به دلیل وابستگی به این قدرت های اصلی، این پیخکشی ها طبق سناریو نقش رو برای داعش و دیگران تعیین کردن. معمولا و متاسفانه نتایجی به دست آمده که منجر به کشتار بیگناهان هم شد و از نتایج دیگرش هم این بود که چهره خشنی رو از اسلام و بیرحمی و آدمکشی به منصه ظهور آورد که کشورهای مسلمان هم به دلیل تعهد ایجاد منافع نقش قابل توجهی داشتن. بله. نقش محوری آمریکا بفهمید. بله. به عنوان مؤسس اصلی این جریان که طبق اظهارات خانم کلینتون و اظهارات صریح ترامپ صورت گرفت و با همراهی اسرائیل و سایر کشورها با دفع ناقص داعش فعالیت‌های مخفیانه و زیرتشتیشون در جاهای مختلف ادامه پیدا کرد و احتمال میدیم که این سناریو در آینده نزدیک قرار اجرا بشه، سناریوی جدیدی که نیروهایی در مناطق مختلف ایجاد درگیری و جنگ کنن و با توجه به نقش اصلی پدری و مادری آمریکا برای حمایت از این گونه نیروها به روش‌های مختلف انجام بشه و میتونیم قسمتی از این مصوبه 148 میلیون دلاری رو آمریکا احتمالاً جهت این حمایت از نیروها و سازماندهی جدید در قسمت صحرای بزرگ آفریقا، جنوب صحرای آفریقا و آسیای مرکزی که شاخه‌های مهمی از داعش رو در اونجا داریم انجام بده. واقعاً باعث تأسف و ناراحتی است که این فتنه ها قصد نابودی و اختلاف و تضعیف مسلمین رو با تفکرات رادیکال و استفاده از جهل فرهنگی مقدسی که در بعضی از جاها هست و در مناطق معمولا فقیر و ناتوان صورت میگیره. به نظر من باید این کمک رو با نه با دید مثبت بلکه با بدبینی باید ارزیابی کرد و منتظر حرکت های ویرانگر بعدی بود. بله، ممنونم. ممنونم جناب جوادی. با تشکر از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کنفرانس علمی بزرگی پیرامون تعالیم نبی اکرم صلی الله علیه و آله در کشمیر برگزار شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از روزنامه الکترونیکی کشمیر ریدر، علمای برجسته که در این همایش شرکت کردند ابعاد مختلف زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را تبیین نموده و در مدح خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله اشعاری را قرائت کردند. مسلمانان بلکبرن در لانکشایر در انگلیس یک روز فرهنگی برای جمع کمک‌های مالی به منظور تکمیل ساخت مسجد جدید رضوان برگزار می‌کنند. مسجد بلکبرن در لانکشایر در انگلیس اعلام کرد یک روز فرهنگی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به منظور کمک به تکمیل ساخت مسجد جدید رضوان که از کمبود برخی مصالح ساختمانی رنج می‌برد برگزار می‌شود.
و خبری از افغانستان. منابع محلی در استان غزنه افغانستان میگویند که در پی تلاش برای نجات یک کودک از چاه در این استان، 5 نفر از جمله آن کودک جان باختند. ریاست بهداشت طالبان در غزنه در خبرنامه‌ای تاکید کرده که عملیات نجات یک کودک 3 ساله در این استان با جان باختن 4 امدادگر به پایان رسیده است. ریاست این اداره افزوده که تلاش‌ها برای نجات این کودک 5 روز طول کشید و منجر به جان باختن 4 نفر دیگر شده است. در نتیجه واژگون شدن یک قایق در استان ننگرهار در شرق افغانستان، 8 نفر جان باخته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی گفتند این قایق حامل 14 نفر از جمله زنان و کودکان بوده که در طوفان و امواج دریا واژگون گردید. 4 ماه قبل نیز در یک رویداد مشابه در شهرستان مومن دره ننگرهار، 7 نفر از جمله زنان و کودکان جان باختند. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل سیاست‌ها و شرایط غم‌انگیزی را که مسلمانان اویغور از آن رنج می‌برند جنایت علیه بشریت می‌دانند و خواستار پایان دادن به 1 دهه بی‌عدالتی در مورد آنها شدند. این سازمان‌ها خاطر نشان کردند کمپین سرکوبی که توسط مقامات چینی از سال 2014 آغاز شده است، منجر به دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، کشتار و جابجایی سیستماتیک اقلیت مسلمان اویغور شده است. در پی برخورد یک دستگاه تریلی با وانت حامل اتباع خارجی در محور سراوان به کوهک، 11 نفر جان خود را از دست دادند و 14 نفر نیز مصدوم شدند. این حادثه در بامداد امروز رخ داد و به سرعت تیم‌های امدادی هلال احمر به محل اعزام شدند. حادثه در کیلومتر 65 این محور رخ داده است و مصدومان به مرکز درمانی منتقل شدند. علت حادثه همچنان در دست بررسی است. جاده‌های این استان به دلیل تردد زیاد و قاچاق انسان از مناطق پرحادثه به شمار می‌روند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان افسردگی در خانه‌های سالمندان ایران به بیش از 70% رسیده است، در حالی که این رقم در جامعه عمومی 15-20% است. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، ایران آمادگی کافی برای مواجهه با سالخوردگی جمعیت ندارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1420 20% جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهد. نارضایتی سالمندان بیشتر از وضعیت معیشتی و مالی آنهاست و 54% از آنان هیچ مستمری ماهیانه‌ای دریافت نمی‌کنند. با وجود هشدارها، لایحه حمایت از حقوق سالمندان در ایران هنوز در دست بررسی است. بیش از 20 نفر در حمله هوایی ارتش نیجریه به روستایی در شمال غرب این کشور کشته شدند. نیروی هوایی نیجریه گفته در این حمله باندهای مسلح و مخفیگاه آنها را در ایالت کادونا هدف قرار داده است. با این حال ساکنان محلی ادعا می کنند که به جای هدف قرار دادن گروه‌های مسلح و ارتش، یک مسجد و چندین خانه را منهدم کرده است. دانشمندان در کالج لندن اقدام به ابداع یک اسکنر مینیاتوری جدید نموده که می تواند تصویربرداری پزشکی را متحول کند. این دستگاه کوچک که قرار است جایگزین دستگاه غول‌پیکر MRI شود، می تواند اسکن‌های تصویربرداری را در زمان کم به پزشکان ارائه دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که بدغذایی بیشتر از آن که حاصل محیط باشد تا حد زیادی به ژن بستگی دارد. البته این مطالعه نشان داد که عوامل محیطی می‌توانند بر بدغذایی کودکان در دوران نوپایی تأثیر بگذارد. آنچه می‌تواند به این معنی باشد که اگر کودکی در این سن بدغذا باشد،
مداخلات زود هنگام برای کمک به او در یاد گرفتن خوردن دامنه وسیع‌تری از غذاها می‌تواند در آینده بدغذایی او را کمتر کند. وزیر خارجه عراق در نشست ائتلاف بین المللی ضد داعش که در واشنگتن برگزار شد تأکید کرد که گروه سنی‌های تندروی داعش همچنان به دلیل توانایی‌هایشان در سازگاری و حضور در مناطق مختلف تهدیدی جدی برای امنیت منطقه به شمار می‌رود. فؤاد حسین بر اهمیت نقش محوری ائتلاف بین المللی در مبارزه با این گروه تروریستی تأکید کرد و از موفقیت‌های ائتلاف در تضعیف گروه سنی‌های تندروی داعش و بروزرسانی راهبردهای مقابله با آن خبر داد. وی به عملیات پیشدستانه نیروهای امنیتی عراق علیه سرکردگان گروه سنی‌های تندروی داعش اشاره کرد و افزود که این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد و نیازمند همکاری نزدیکتر کشورهای عضو ائتلاف است. فؤاد حسین همچنین به لزوم مقابله با نفوذ گروه سنی‌های تندروی داعش در فضای مجازی تأکید کرد و هشدار داد که این گروه از شبکه‌های اجتماعی برای گسترش افکار و عضوگیری سوء استفاده می‌کند. وزیر خارجه عراق از کشورهای عضو خواست تا با هماهنگی بیشتر از طریق تمامی ابزارها به ویژه اینترنت به مبارزه با گروه سنی‌های تندروی داعش ادامه دهند تا پیروزی نهایی و فراگیر بر تروریسم محقق شود. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در آستانه روز جهانی قلب با هشدار درباره نادیده گرفتن کنوانسیون‌های ژنو در درگیری‌های جهانی از دولت‌ها خواست تا به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. وی تأکید کرد که عدم رعایت حقوق بشر در جنگ‌ها تهدیدی جدی برای بشریت به شمار می‌آید و اقدام فوری برای حفاظت از غیرنظامیان ضروری است. به گزارش همکاران در این زمینه توجه فرمایید. در آستانه روز جهانی قلب، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد که عدم احترام به کنوانسیون‌های ژنو در درگیری‌ها و جنگ‌های جهانی تهدیدی جدی برای بشریت است. میرجانا اسپولیاریک، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در مصاحبه‌ای با روزنامه سوئیسی لونتپ تأکید کرد که حقوق بشر و قوانین بین المللی در شرایط جنگی به طور سیستماتیک نادیده گرفته می شود. او با اشاره به تعداد بالای زخمی ها و کشته شدگان در جنگ های غزه، سودان و اوکراین از جامعه بین المللی خواست تا به احترام به قوانین بین المللی و بشر دوستانه متعهد شوند. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ تصریح کرد که اقدام فوری ضروری است تا تأثیرات جنگ ها بر غیر نظامیان کاهش یابد و دسترسی به جمعیت‌های آسیب دیده تسهیل شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با 6 کشور شامل برزیل، چین، فرانسه، اردن، قزاقستان و آفریقای جنوبی ابتکاری را برای حمایت از قوانین بشردوستانه آغاز کرده است. این ابتکار به دنبال توسعه توصیه‌های عملی برای پیشگیری از نقض‌های حقوق بشری و افزایش حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی است. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ بر لزوم اجرای کنوانسیون‌های ژنو به عنوان یک اولویت سیاسی تأکید کرد و خاطر نشان کرد بیم ناشی از درگیری‌های کنونی ممکن است سال‌ها ما را آزار دهد. این فراخوان به دولت‌ها و جوامع بین المللی یادآوری می‌کند که احترام به حقوق بشر نه تنها وظیفه اخلاقی بلکه ضرورت انسانی است. دفتر خدمات پروژه سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی که در زمینه مین‌زدایی فعالیت می‌کنند به یمن پیشنهاد دادند تا با این کشور همکاری کنند. گفتنی است یمن سومین کشور آلوده به مین‌ها و بقایای مواد منفجره جنگ تبدیل شده است. مین‌های کاشته شده در یمن بیش از 2 میلیون مین است که به یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی غیر نظامیان در این کشور تبدیل شده است.
به گفته جولیان هارنیس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه مقیم یمن، عملیات پاکسازی مین حدود 8 سال زمان نیاز دارد و یمن را به یکی از بزرگترین میدانهای مین در جهان تبدیل کرده است. بیانیه سازمان ملل نشان داده که این مین‌ها نه تنها بر زندگی غیر نظامیان تأثیر می‌گذارد، بلکه مانع از معیشت روزمره این مردمان شود، زیرا مناطق وسیع از زمین‌های کشاورزی و مراتع به مناطق خطرناکی تبدیل شده است که دسترسی به آنها ممکن نیست. هیئت وقف شیعه در هند کلیپ‌های تولید شده و مستهجن از اماکن مذهبی و مساجد در هند را اهانت به مسلمانان و مبتذل توصیف کرد و آن را محکوم کرد. روزنامه رسمی هند دکن هرالد به نقل از هیئت مرکزی اوقاف شیعیان نوشت: باید تحقیقات وسیع در مورد عاملان تولید این کلیپ‌ها و انتشار آنها در فضای مجازی که خشم جامعه مسلمانان را برافروخته انجام شود. در همین راستا علی زیدی رئیس هیئت مرکزی اوقاف شیعیان تگ اظهاراتی گفت: فیلم برداری مخفیانه این گونه رقص‌های مبتذل در حسینیه بادا امام باره که شامل مسجد تاریخی شاهی آصفی نیز می شود، اقدامی است که احساسات مسلمان شیعه در سراسر جهان را جریحه‌دار می کند و دولت محلی باید به این موضوع توجه لازم را داشته باشد و به طور کامل آن را بررسی کند. قابل ذکر است که مجتمع حسینی بادا امام بارا واقع در شهر حسین آباد در ایالت لکنو یک مکان مذهبی مهم است که خدمت آن به سال 1784 میلادی باز می‌گردد و دومین حسینیه بزرگ شیعیان در جهان به شمار می‌آید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ایالات متحده 148 میلیون دلار برای مبارزه با داعش در آفریقا و آسیای مرکزی اختصاص داد. فؤاد حسین: داعش هنوز تهدیدی جدی است و نیاز به مقابله گسترده تری دارد. فراخوان کمیته بین المللی صلیب سرخ برای احترام به حقوق بشر در مناطق درگیری. پیشنهاد سازمان‌های بین المللی برای مین‌زدایی در یمن. و محکومیت تولید و پخش کلیپ‌های اهانت‌آمیز به اماکن مذهبی مسلمانان در هند. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی، خدایار و نگهدارتون.